به نام خدا سلام دانش آموزان عزیز وقتتون بخیر آسیابی هستم اومدیم که یه سوال از درس دوم عربی دوازدهم تحلیل کنیم که یک تست ترکیبی و نقطه دار بریم که با هم شروع کنیم روی سوال میگه این حال جمله یعنی باید حال جمله پیدا کنیم نه اسم که دلالت میکنه بر استمرار آقا وقتی میگه استمرار یعنی ماضی استمراری باید باشه ماضی استمراری حالا ببین من اینجا برات خلاصه نوشتم خیلی ساده و راحت وقتی میگه حال پیدا کن حال یا به شکل اسم میاد مثل مسرورن نشیتن درسته یک اسم منصوبه یا حال به شکل یک جمله میاد جمله اسمیه یا جمله فعلیه وقتی حال به شکل جمله اسمیه میاد باید حتما یه دونه واو بیاد و بیاد که بعدش مبتدا و خبر بهش میگیم بعد و به این میگن حال جمله حال جمله حالا من سوال بپرسم این جمله اسمی است یا فعلیه خب میگی آقا مبتدا و خبر در یک جمله اسمیه میاد وقتی حال به شکل جمله فعلیه میاد یعنی یک فعل است که حالت یک اسم معرفه رو نشون میده حال به شکل یک فعل حالا این سه تا مورد رو ما فهمیدیم در گزینا میخوام براتون کامل بررسی کنم که اینها براتون مفید میشه خب گزینه یک من سوال میپرسم شما یک اسم منصوب میتونی پیدا کنی؟ خب نه اصلا اینجا اسمی که حال باشه اصلا نیاز نداریم ما چون روی سوال گفته حال جمله پیدا کن اینجا مؤمنا مفعول ما هست میگه دیدم چه کسی را مؤمنی را درسته حالا در ادامه حال جمله داریم یه دونه و میبینی نه گزینه یکی اصلا و نمیبینم حال به شکل فعلیه ببین اینجا جمله فعلیه داریم خب میگی لایش اورو اینجا حال ما نیست این جمله وصفیه است میگه دیدم مؤمنی را که در مسجد, در مسجد احساس یعص و نامیدی نمی کند اینو در سال 11 هم خوندید این صفت جمله وصفیه است نه حال پس گزینه یک رو کامل برات بررسی کردم میخوام نحوه ی حال پیدا کردن رو برات یاد بدم حالا گزینه دو ولی این تست خیلی ساده چشمی حل میشه گزینه دو رو نگاه میکنیم آیا شما و میبینی؟ نه پس اینجا جمله اسمیه نداریم ما حال به شکل جمله اسمیه نیست بعد از شما پرسیدن حال اسم داری به شکل یک اسم بیاد خب میگه آقا اینجا مجدین یک اسمه بله حالت رو بیان میکنه به این میگن حال به شکل یک اسمه حال مفرد میگن بهش حالی که به یک اسم اومده نه جمله پس گزینه دو به درد ما نمیخوره چون ما باید حال جمله جمله پیدا کنیم حالی که به شکل جمله اسمیه یا فعلیه بیاد حالا به این گزینه سه و چهار موندیم خیلی ساده یه نگاه به گزینه ها میندازم میبینم که در هر دوتا و اومده آها بعدشم خب و بعد در گزینه چهارم هم هیه گفته یعنی و اومده بعدش جمله اسمیه اومده مبتدا و خبر آها این میتونه جمله حالیه باشه جمله حالیه باشه حالا من کدوم رو باید بزنم گزینه سه یا گزینه چهار رو اما یه نکته مهم روی سال گفته ازم ببین برو استمرار رو پیدا کن یعنی مازی استمراری باشه تکنیکش رو بلدی مازی استمراری اینه که اول یه دونه فعل مازی میاد بعد در جلوتر یک فعل مزاره میاد که این مزاره رو به صورت مازی استمراری معنا میکنیم حالا گزینه سه رو ببین قبلش یه فعل مازی مو... اومده گزینه چهار هم قبلش فعل مازی اومده اما حالا ببین اینجا مزاره اومده مازی به علاوه مزاره شد اما در گزینه چهار باز ماضی اوورده و صفه ماضیه پس این به درد من نمیخوره جوابش میشه یه سوم که اولش یک فعل ماضی اومده در جلوتر فعل مزاره که اون مزاره رو به صورت ماضی استمراری معنا کنیم و کلا بعد واو این قسمت میشه جمله حالیه پس جوابمون با همه نکتهاش با بررسی کامل میشه گزینه سه